هلو ایوریبادی، چطورین بچه ها؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل میلادورف. بچه ها من بعد از خیلی وقت این چنل رو استارت کردم دوباره. آقا داستان چیه؟ اینه که یکی از بچه ها توی دیسکورد واسه من فرستاده بود یه پیام که آره من مولتی کاراکترم، چند تا کاراکتر رو میتونیم بسازیم یا میتونیم سلیکت کنیم، چی کار بکنم که تک کاراکتر بشه یا بتونیم بدون مولتی کاراکتر سریع کاراکتر رو اسپانش کنیم. این کارو اومدم توی این ویدیو بهتون یاد بدم. قبل از انجام ویدیو یادتون رو حتما چنل منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت انگلیش اف انگلیش هم بذارید. دوستتون دارم خیلی زیاد. بریم سراغ ویدیو. لایک اولین چیزی که من میخوام بهتون بگم توی این داستان چیه؟ اینه که الان ما توی یه صفحه هستیم که سورس ES6 دیفالت داخلش ساختیم. هیچ فرقی هم نداره، دیفالت از آخرین ورژن آرتیفکت های فایل هم استفاده کرد. داستان چیه؟ اینجا ما یه گزینه زده که سلک کاراکتر، اینجا زده میلاد ولف، اینجا هم زده نیو کاراکتر. کاراکتری که دارم به اضافه قابلیت ساخت کاراکتر جدید با سرور فایل هم اینا رو داره. من الان چطوری بیام این گزینه نیو کاراکتر رو از توی اینجا پاک کنم؟ یه سوالیه. واسه این کار میایم چیکار میکنیم؟ معمولا ما توی سورس های ES6 یه مشکلی که داریم اساسی اینه که ما باید پیدا بکنیم مولتی کاراکتری که داریم. مولتی کاراکتر میشه چی؟ میشه کاراکتر سلکتور یا همین صفحه ای که شما دارید اینجا میبینید. حالا من با این داستان هیچ کاری ندارم، میایم داخل اینجا. دو تا گزینه است اینجا، همش نوشتهاش میاد ES6 ایدنتی، ES6 مولتی کاراکتر. این دو تا رو به احتمال زیاد یکیشو توی سورس ES6 خودتون دارید، پیداش کنید حتما. من دو تاشو پیدا کردم. من دو تاشو روی سورس دیفالتم جدیدن فایلم آورده، یعنی هم من مولتی کاراکتر رو دارم هم ES6 ایدنتی رو من دارم اینجا. حالا داستان چه؟ داستان اینه که من این دو تا رو دارم، میام توی ایدنتی. خب بچه‌ها، من چیزی که متوجه شدم بود که اصلا این سورس اسمش ایدنتیتیه نه ایدنتی. ایدنتیتی میشد چه سورس دیفالت واسه سرورهای فایلم، واسه اینکه بخوان استارتینگ یه سرور رو بالا بیارن. مال قدیم ما بود، الان مثل اینکه ES6 مولتی کاراکتر هم کنارش اضافه شده. الان من میام داخلش، یه سری ستینگ داره که من اصلا با این ستینگ ها من هیچ کاری ندارم، اینا رو میذارم کنار. زن دیت فرمت، فرمت تاریخ تولد میخوای چی بذاری، حالا هر شکلی که خواستی براش مینویسی. مثلا میتونی این بذاری، این زده قسمت هایی که تو میتونی انتخاب کنی، میتونی اینو بذاری جاش، میتونی اینو بذاری، میتونی اول ماه بعد روز بعد سال رو بذاری، میتونی اول سال بعد ماه بعد روز رو بذاری، حالا هر کدومه که خواستی. مثلا من اینو میخوام، کپی میکنم میذارمش اینجا. به همین راحت من این کارو انجامش دادم. حالا با تجربه چیزی که خودت نیاز داری میای این کارو انجام میدی. یه ماکس نیم داریم که میشه چی؟ میشه ماکس نیم لین یا هم چیزی میشه، نمیدونم درست. این قسمت میشه یعنی اینکه اسم شما میتونه چند تا حرف باشه. یه اسم مثلا داریم 7 تا حرفه یا مثلا 12 تا حرفه. این زده که بیشتر از 20 تا حرف نتونه بشه. و خب درست، حالا هرچی که خودتون دوست داشتید میذارید. کمترین حدود قد دو داریم، یا دونم بیشترین حدود قد دو داریم. حالا مثلا گذاشته کمترین حد قدش رو گذاشت داری 120 سانت و بیشترینش رو 220 سانت. حالا هر کدوم که خواستید خودتون سرچ میکنید. یه سالو داره که می کمترین سالی که میتونی انتخاب کنی چه و بیشترین سالی که میتونی انتخاب کنی. مثلا من کی به دنیا اومدم؟ مثلا میگیریم سال 2000 به دنیا اومدم. 2000 بین 1900 تا 2005 قطعاً هست دیگه. و این تایید میکنه اگه که مثلا من سال 1899 بخوام به دنیا بیام، نمیتونم اینجا ثبت نام کنم. این میشه داستان این موضوع. پس ما این دو تا هم کاری نداریم. اینجا هم درباره این که مثلا بتونی کاراکتر دیلیتش کنی یا این چیزا یه ستینگ داره. پس ما میبینیم که توی ایدنتیمون هیچ چیزی نیست. حالا من توی سورس دیگرم بهتون نشون میدم قطعا. میریم توی قسمت ES6 مولتی کاراکتر. حالا مولتی کاراکتر میشه چی؟ میشه همین صفحه استارتینگ که الان ما اینجا داشتیم. میام اینجا زده کانفیگ اسلاتس. اگه این بالاشو بخوایم بخونیم زده که this is a default number of slots for every player. یعنی که هر پلیری میتونه به صورت دیفالت چند تا کاراکتر واسه خودش بسازه. حالا به طور مثال من 4 تا کاراکتر رو میخوام بسازه، میزنم 4. یکی از میخواد بذاره یه دونه بیشتر نسازن، میزنه 1 که پلیر وقتی کاراکترشو ساخت دیگه نتونه بسازه، همونطوری با همون یه کاراکتر بیاد تو. به اندازه‌ای که دوست دارید میزنید اینو. پس توجه بکنید، نمیخواد اضافه کاری چیزی انجام بدید، اینو میزنید. اینجا زده قسمت زده که if you want to manage extra slots نمیدونم for چی، زده یه سری چرت و پرت رو دربارش که آره تو میتونی با استفاده از slash set slots و slash
REM اسلات میتونی با اینا با این کامند میتونی بیا اینو اوکی کنی. این موضوع من اصلا نمیدونم داستانش چیه، اینی که اینجا نوشتن فقط ما میایم پایین تر کانفیگ اسپان مکان دیفالت اسپان پلیر، یه همچین چیزیه که دقیقا مکانش رو میای کورزش رو در میاری و اینجا ست میکنی که پلیرت واسه استارتینگ کار اونجا اسپان بشه به همین راحتی و بعدش هم میاد جزء لباسای دیفالتی که هر پلیر میتونه بپوشه کانفیگ دیفالت اومده ام یعنی مرد، خب یا اون میل خودمون اومده مثلا زده مامانش عددش چند باشه، باباش چند باشه، نمیدونم مثلا دماغش چه شکلی باشه، کدوم عدد باشه، اینا رو هم ازم زده. شما واسه اینکه بخواید اینا رو ست کنید میرید توی لباس فروشی یا یه اسلش اسکین توی خیلی از سرورا میزنید کدش رو ست میکنید و میاد اینجا وارد میکنید. همینطوری که میبینین عددای اینجا رو همه رو از دم برمیداریم، مثلا من تورسوی یکم 23 هستش، میام داخل کد قسمت تورسوی یک میبینمش ایناش اینه میذارم مثلا 23. هر عددی که شما توی لباس فروشیتون یا توی اسلش اسکینتون دیدید و خودتون ست کرد و دوست داشتید و خیلی واسهتون اوکی بود اونجا اضافهش میکنید، یه کنترل اس میزنید وری ست میکنید سورس به امیرات. کار ما اینجا در اومد. حالا من به طور مثال میام من اینجا میذارمش روی 25 که اوکی بشه، من روی 25 میذارم اینجا یسا میزنم، دلم میخواد مثلا وقتی پلیرم استار شد اینجا 25 باشه جاش، یا مثلا میخوام دیگه چیکار کنم به غیر از این، من میخوام مثلا بیام اینجا اسلات پلیرم اما بکنم مثلا همین یک بذارم باشه چون قبلش 4 بود. الان من اینا رو اوکی کردم، یه کنترل اس میزنم میام اینجا و یه ری استارت یه سیکس مولتی کاراکتر میدم. حالا با کلا کافیه که من یه ری استارت کنم گیم تا ببینم داستانه. خب بچه الان ما اینجا ما چی ها داریم، چی شده داستان اینه که اون گزینه یک کریت کاراکتری که بود اون کامل پاک شد، اگه من برام داخلش فهمم میتونم اسپان بشم و این چیزا، به همین راحت این گزینش این شکلی اوکی شد. حالا قبل از دیدن ویدیوی بعدی، ویدیوی بعدی درباره یه سیستم کاراکتر دیگه است که چطوری بتونی حرکت رو باهاش بزنی و اینکه کل قسمت مولتی کاراکتر رو بتونی پاکش کنی، یکی میخواد وقتی میخواد اسپان بشه کاملی اوی بیاد روی زمین و قسمت بعدی دقیقاً درباره همینه. واسه همین من این ویدیو رو دو قسمتش کردم. یادتون نره لایک کامنت استاپ بیچونتون نره، میخوامتون سنگین فعلا بچه‌ها، پیس اوت. اومدم با گنگ بنگ بکنم تدا